شنوندگان عزیز در این قسمت برنامه امروز مجددا در خدمت جناب آقای بنیسد هستیم آقای بنیسد سلام میکنم و بخ بخیر میگم سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان فارسی زبان در ایران و در هر جای جهان که میزید خیلی سپاس کذارم خیلی ممنونم که بازم دعوت ما رو میپذیرید و امیدوارم که در این روزهای بسیار سخت که همه ما در همه تقریبا درش گرفتارند و در زندان خانگی در حس خانگی هستیم شما و خانواده محترم هم شاد و سلامتی شکر خداوند شاد و سلامتیم، و کماف سابق در حصر خانگی آقای وزد پیش از اینکه در مورد مسائلی که امروز قرار در خدمتتون گفته کنیم ادامه بدم میخواستم که در گذشته دوست بسیار عزیز مشترکمون آقای باغر سلامی رو به شما و همه دوستانمون تصلیه درش کنم بله یک دوست بسیار گرانقدری از میان ما رفت همینقدر می میکنم که اون آدمی بود معنوی و به همین دلیل توانست چهل سال در غربت با سختی معیشت بر اون خط و ربط استقلال آزادی ثابت قدم بماند با دوستان خود وفا کرد صفا کرد و هیچ کس از دوستان جور که من مطلعم، تم ترین نقاری با او پیدا نکرد و این هنری بود که او داشت امیدوارم اون روز که مردم ایران استقلال و آزادی باز میابند این نوع زندگی به ایران باز گردد و ایران سرای زندگی در استقلال و آزادی بگردد آیا شد این شیوع این بیماری کووید 19 و عواقبش که همه شایدش هستیم برای همه روشن ساخت وضعیتی که قدرت در سطح جهانی و ایجاد کرده تقریبا شکست خورده به طور کامل انسان هیچ جایی در این مجموعه به نظر میاد که نداره هیچ ارزشی براش قائل نیستن باعث شده که اندیشمندان گوناگون در جاهای مختلف دنیا از پایگاه های مختلف جاگاه های مختلف و عقیدتی به این واقعیت که جهان بعد از کرونا جهان دیگری باید باشد و خواهد بود پرداختند. شما هم یه سنجی منتشر کردین دو سه روز قبل در همین رابطه یک مصاحبه هم با رادیو اصل جدید داشتین یکی دو روز قبل بخشی از ابعاد این مسئله پرداختین از جمله در رابطه. مسئله قرانتینه و اش با فرهنگ مسئله استقلال و جهانی شدن وضعیت اقتصادی میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه در رابطه با این مطلب که نقش تمایلات سیاسی تمایلات سیاسی سگانه به خصوص شما راجع به صحبت میکنین چیست و چه باید باشد و چه تغییری باید بکنه راهکار پیشنهادی که راهکارهایی که پیشنهاد میشه و راهکار پیشنهادی شما چیست و از همه مهمتر این که نقش وجدان عمومی به حقوق حقوق انسانها و کرامت انسانها چه خواهد بود و چه باید باشه بله ارز کنم که متفکران فرانسوی از فیلسوف و جامعه شناس و حقوقدان و سیاست شناس و یک هشدارنامه ای به تاریخ دو آوریل انتشار دادن شامل و دیگرانی هم در مصاحبه ها شرکت کردن از جمله آقای پیکتی همین که دو کتاب معروف نوشته و یه اقتصاددان دیگه در مجموع یازده را کار پیشنهاد میکنه و ما چون وقتمون نیم ساعت هست نمیدسیم یک به یک اینا رو توضیح بدیم ولی خب فهرسوار میشه خوند اول اینکه این انرژی که در حال حاضر از نفت زغال سنگ اتم گاز حاصل می شود این برق این نرو میگه این دیگه باید به این پایان داد برای اینکه محیط زیست در حال مرگه. و همین مدتی که قرنطینه بوده معلوم میکنه که فرق زندگی چقدر کیفیتش تفاوت میکنه می میگن صد هزار نفر از مرگ نجات یافتن برای همین تحول این کمی سالمتر شدن هوا این یک دو میگه اولویت ها باید تغییر بکنن یعنی چه؟ یعنی که در اون چه به خدمات مربوطه بهداشت آموزش و پرورش اینا باید تقدم پیدا کنند و در اون چه به تولید مربوط می شود تولید کشاورزی و تولید صنعتی به ترتیبی که محیط زیست را آلوده نکند پاسخ بده به نیازهای اساسی یعنی تولیدهایی که پاسخ نمیده به نیازهای اساسی اینها متوقف بشه ارز کنم که دانش و فن میگویند و به درست این که ما سالهاست که خاطر نشان میکنیم به هموطنانمون این هم با قدرت استبداد فراگیر جوره یعنی اونجا کاربرد داره چون الان در رژیم و رزفقی هم کاربرد داره هم در یک نظام اجتماعی سالمی که انسانها ها یک دیگر دوست باشند با هم به حقوقشون عمل کنند و با هم با رابطه ها رو با حقوق تنظیم با اون هم جوره این دومیست دو که باید کرد اون اولی کار به اینجا رسونده ترکیب برای قدرت کار به اینجا رسونده ادامه پیدا کنه زندگی رو از روی زمین بر میدارد کنم به شما و باز میگویند که این کار کار انسان این رو سرمایه داری ناچیز کرده در هزینه. صحبت وقتی کار می شود میگه هزینه چقدر بر می داره و باید کاری کرد که این هزینه به حداقل برسه یعنی کار انسان رو جانشین کنه مثلا با این آدمک ها و وقتی صحبت از یک کارفرمایی بنگاه اقتصادی می شود این به سرمایه تعریف میشه نه به کار حالا باید که حالا که ما میفهمیم ارزش کار ارزش انسان ارزش اول هست این باید برگرده دوباره بشه بنگاه اقتصادی ب... که تعریف می شود به کار ارز کنم که و ب... باید از تولید و مصرف انبوه کاست و آورد تولید و مصرف رو در حد نیازهای اساسی که انسانها فرصت پیدا کنن فراغت پیدا کنن به کارهای مهم دیگر بپردازن و باید سرمایه گذاری ها و جهت یابیان ها رو نگو با جباری که اسمش هست بازار و اون بازار حاکمند بلکه خود انسان ها تعیین کنن شهروندان بگویند که در چه جاهایی و به چه مقدار برای چه مقصودی باید سرمایه گذاری کرد و میگویند که مؤسسه های مالی و پولی که همکنون بر اقتصاد جهان حاکمند و اختیارشون دست این ماورای ملی هاست اینا باید اختیار از دست اونها در بیاد در اختیار اجتماعی بشوند یعنی در اختیار شهروندان قرار بگیرند اونها بگویند اینها چه فعالیت هایی باید بکنند در چه هدف هایی ارز کنم که و اقتصاد میگه باید دموکراتیزه بشود یعنی هم بنگاه های اقتصادی به ترتیبی که به شیوه دموکراسی اداره بشود یعنی کار کنند در اداره اون نقش پیدا کنند و هم فعالیت های این بنگاه ها به لحاظ کمیت و کیفیت با خواستا یعنی نیازهای اساسی جامعه انتباق پیدا کنه و بالاخره استقلال در تولید فراورده ها و تدارک خدماتی که نیازهای اساسی انسان رو برمی آورن. چون در حال حاضر می بینن که مثلا فرانسه جایی این ماسک نداره از کنم که امروز فرداست که برای قرص اینا هم کمبود پیدا کنند چون اینا در چین و هند تولید می شوند و حالا اینا متوجه می شوند که در اون چه به نیازهای اساسی مربوط می شود یک کشور نمیشه وابسته به دیگران باشه و نباید و سخن اساسیشون این نباید ما مثل 2008 سرمایه, سرمایه داری و ورشکسته را نجات بدهیم باید دنیا را از سرمایهداری داری ورشکسته نجات بدهی. خب حالا اینا رو کیا با کی بکنه این کارا رو میگن دولت با ساختاری که اکنون دارد قادر به این کار نیست بگی آقا شما این چون الان یه وضعیت اقتصادی شده که سابقه نداشته دیگه حالا همه بیکاری چقدر رکود چقدر و اینا رو بخواد دو به دولت با ساختار کنونی دیگه اینا رو تدارک کن همون کار میکنه که در بحران اقتصادی 2008 کرد یعنی پولا رو میده به پولدارا و اسرت و تنگ دستی رو میده به زحمت کشا و مردم پایین به متوسط و قشای پایین تر از متوسط و باز, باز چند سال دیگه از بدتر میشه آره این دفعه اینا حشدار میدن که حواست جمع کن اون بعدی که میاد دیگه این فرصت هم بهت نمیدهد حالا در فرصت مختلف شد پس باید ساختار دولت تغییر بکنه این حرف اونا خب حالا کی تغییر بده اینو؟ اینجا در کشورهای غربی حالا در جاهای دیگه دنیا هم تقریبا همینطوره سه تا تمایل عمومی وجود داره یه تمایل چپه یه تمایل راسته یه تمایل راست افراطیه خب حالا دولت ها چون تصدی میکنن کارهایی که تا حالا نمیکردن اون حرف چپ به کرسی نشسته که میگفته دولت باید در خدمت تدارک کنه خدمات رو برای جامعه و سازمان بده فعالیت های صنعتی و کشاورزی رو به ترتیبی که با این صورتی که خوندم انتباق پیدا کنه خب از لحاظ تمایل این میره آقای ترامپ داره همین کاره میکنه همین ترامپی که با سر این بیمه اه، اه، که اوباما وعد کرده بود اون بازی علم شنگر رو انداخته بود حالا خودش شده مثل یه دولت چپ داره عمل میکنه اما اما یه وقت که جامعه درست نمیفهمه وضعیت چیست خودشو با یه خطر رو برو میبینه و میبینه یه آدمی هر روز میاد اونجا تو تلویزیون امریکا این کار تردیم اون کار میکنیم و به این تشر میزنه به اون توپ میبنده میگه چین تو مقصری جامعه ممکنه که به این نجه برسه که جلو این خطر اینکه داره کارای که اون چپی ها میگفتن که میکنه توپش هم که پره خب اینو بهتر نگه داریم بس راست افراطی همچنین که میدان بگیم از میدان به در رفته این کرونا اونا رو از میدان به در برده امکان اینو داره که سوء استفاده بکنه از این وضعیت اگر جامعه متوجه عمق خطر نشود پس یک این راست میانه این موقعیت داره در کوتاه مدت میتونه استفاده کنه از وضعیت حالا اون رقیب آقای ترامپ در امریکا بتوانه تا وضعی انتخابات به این جامعه حالی کنه آقا این کرونا مال قدرت است قدرت یا اقتدارگرا مثل آقای ترام یا اقتدارگرا قلیستر از این مثل رژیم چین اینها با هم بی کفایتن هم. هم بی نظمن. و نتیجه اینکه جهان مبتلا کردن با همچه وضعیتی بخواهی از این بیایی بیرون باید که تو عوض بشی تو یعنی مردم آینه بتونه خودش اولا به این متقاعد بشود ثانیا جامعه رو متقاعد بکند زمان میبره خلاصه چپ در کشورهای اروپایی در اسپانیا چپ حکومت میکنه اگر موفقیت حاصل بکنن در مدیریت این بیماری این احتمالی که چپ در جاهای دیگه کشورهای دیگه اروپا هم توانایی پیدا بکنه برای مدیریت دولت بیشتر میشه البته شرطی که بتونه تمایلهای های مختلفش و هم همگرایی کنه خب راست هم این در آلمان راست حکومت میکنه البته اطلاف راست و رزب سوسیالیست در ایتالیا هم همچی تقریبا همچه حرفیه اگر اونها توفیق حاصل کنن اونها هم همین احتمال داره که دار ولی اینا را های موقتی چرا؟ برای اینکه اصل قضیه اینه که این جهان در یک نظام زندگی میکنه بخشی از این نظام در موقعیت مسلطه مثل امریکا، اروپا حالا چین هم مخواب اینا بپیونده بخش دیگرش در موقعیت زیر سلطه است این نظام یه پویایی ها داره که اون پویایی ها منجر میشه به پویایی مرگ همین که خوشدار حالا میدن که جهان با خطر مرگ روبروست یعنی عواملی و نیروها رو جهتی میده بهش که این ویرانگر موجزی زیست خراب میکنه ارز کنم که مخدرها رو انسانها رو به مخدرها مبتلا میکنه و منابع زمین از بین میبره نیروهای محرکه رو تخریب میکنه یه انسان یه وقت به خودش میان ببینه که ایداد ویداد بیداد دیگه در روی این زمین نمیتونه زندگی کنه ها، این از این نظامه که باید خارج شد این مسئله هنوز توی ذهن متفکرها به این روشنی که من توضیح دادم نیامده چون اینا در موقعیت مسلط ولی آقای حتی این رابطه سلطه در جوامع غربی مسلط هم به طور جدی داره فجایعی به باد میاره که به ویرانی و مرگ منجر میشه همینطور دیگه میگم این پویای مرگ اختصاص وزیر سلطه نداره اتفاقا الان ما ببینیم که کرونا کرونا همین ویروس توی غرب بیشتر کشتار میکنه بله شیوه زندگی اینا که در اینجا کارایی اون ویروس کارایش بیشتر شده خب حالا پس باید از این نظام بیرون آمد چگونه بیرون بیایی؟ آه اینجاست که راهکار جدید پیشنهاد میشه اون راهکار جدیدی که ما از پیش از انقلاب ایران پیشنهاد میکنیم اصول راهنمای انقلاب ایران اون راهکاره که یکی از اونها حقوق انسان بود حالا که بعد آمدیم و حقوق پنجگانه به مردم ایران پیشنهاد کردیم قانون اساسی بر پایه اون حقوق پیشنهاد کردیم برنامه عمل پیشنهاد کردیم اینجا یازده بند ما در چهار بود سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به تفصیل گفتیم این وضعیت اینه راحل هم اینه راه خب یعنی چه این که حالا اینا هم به همون راه آمدن یعنی آقا دنیا در برابر یه مسئله قرار گرفته مسلح زیر, سل... زیر, سلطه در برابر پویای مرگ قرار گرفتن باید برای زندگی برخیزند. و از این رابطه بیام بیرون بخوا بیا بیرون بدون پایین نمیشه پایین چه یعنی جمهور مردم چرا؟ ببینید میگن که این سه تمایلی که گفتم اینا چشمشون از پایین به بالاست یعنی حواسشون پیش اینه که چگونه رأی مردم به دست بیارن که دولت رو در اختیار بگیرن پس به مردم به عنوان مشتری نگاه میکنن کالایی که به مردم عرضه میکنن اون برنامه است که وقت انتخابات میان میگن ما بیاییم می این کارا رو میکنیم حالا جور این معرفی کنن و به کلک و دروغ و راست و جوری که مردم رو یه اکثریت به دست بیارن مثل آقای ترامپ هر روز هم هر چی دروغ لازم باشه میگه چون به مردم به عنوان مشتری نگاه میکنه نه یک نگاه دیگری میخواد به پایین یعنی کسی که خود متوجه میشود حقوق ذاتی حیات دارد این حواسش از اون به بالا باید برگردونه به مردم که اونها هم وجدان پیدا کنن که این حقوق را دارن قرار بود انقلاب ایران اینجور باشه دیگه تا وقتی هم که به پیروزی رسید که جنبش همگانی بود همینطور بود بعد به محضی که صحبت دولت شد دوباره نگاه از پایین رفت به بالا اون کسی که قرار بود که این نگاهشو از مردم بر نگیرد زودتر از همه نگاه به بالا کرد یه دفعه همه قافلگیر شدن امضا کرده فرمانده کل قوا روح الله الموسوی الخمینی این جامعه متوجه نیست علت این است ولی بله اون انقلاب کار عظیمی بود این کاری که امروز متفکران ازش حرف میزنن قرار بود اون روز در ایران انجام بگیره و اگر ایران از نظام مسلط زیر سلطه بیرون آمده بود و جهان دنیا نه تنها ایران نه تنها منطقه ما بلکه جهان جهان دیگری بود برای ما به عنوان الگو و بدیل یک نقش اساسی پیدا می حالا توضیح این که روشن شد که مهم چقدر اهمیت داره نگاه به بالا باشه یا به پایین بگیم که چرا بدون اینکه جمهور مردم وجدان پیدا کنن این ممکن نیست برای اینکه وقتی میگیم که بالا پایین یعنی اون بالا یعنی نخبه ها حاکمیت پیدا کنن بر پایین این هم یعنی قدرت دیگه یعنی رابطه را از بالا تا پایین قدرت تنظیم کنه یعنی ببینی تو همین نظامی که هست پس تغییر نمیشه همین از این چیزها هی فهرست کن وقتی پای عمل میرسه قابل عمل نیست چون اون پایین اون پایین نمیدونه که حقوق داره وجدان به حقوق نداره به عمل به حقوق هم نمی کنه. تنظیم رابطه هم با حقوق نمیکنه کنه قالب رابطه هاش با قدرت میشه اونم از بالا به پایین الان ما میبینیم که و, این و از بالا به پایین به طور اشتراب ناپذیر به تمرکز و تراکم قدرت می انجامه باید. این دلسته برای, دلسته برای که میره اون بالا باید دلسته. آره برای که اون بالا باید که این پایین رو به اصطلاح مهار کنه راه ببره یعنی اعمال قدرت بکنه و قدرت یک نکته بسیار مهم چون ما میشنویم که قدرت فساد میاره قدرت مطلق فساد مطلق میآورد حالی که اینجور نیست قدرت اصلا فساد ذاتشه برای اینکه زور تنها رو نمیشه به کار برد زور با فساد باید به کار برد این دوتایی با هم به کار میره چون با هم به کار میره رابطه بالا پایین قطعا فساد آمیز و زور هم که هم تخریب میکنه هم فاسد میکنه الان ایران رو نگاه کنید اینکه ولایت مطلقه قطعا نمیتواند حکم اسلام باشه به همین دلیله چون شما میگی ولایت مطلقه یعنی این آقا بسیت دارد بر جان مال ناموس مردم یعنی اختیار داره اعمال قدرت کنه اعمال زور کنه اعمال زور بدون فساد ممکن نیست پس فساد در ریشه یعنی این ایشون روزمره این از بالا تا پایین فساد اعمال میشود میشه این جامعه که الان شده علاج هم ندارد این نیست که با چند نفر بگیرن آقا شما دوزی کردید اختراج کردید قضیه حل میشه در هر رابطه قوایی فساد به کار میره الان شما نگاه کنید یک کسی بخواه یه دروغ ساده بگه این دروغ فساد خودش فرید میده دیگر زوره پس هم فساد هم زوره هر کس میخواد هر روز امتحان کنه ببینه همجوری یا نه میخوای فساد نباشه زور هم نباید بگی دروغ نباید بگی گفتی زور هم زور گفتی هم فاسد, فاسد کردی خب پس این نظام بخواد تغییر بکنه پایه یعنی بدنه جامعه قاعده جامعه میباید تغییر بکنه تا بتونه تغییر بده تغییر بکنه چجور؟ یعنی وجدان پیدا کنه آقا من این حقوق رو دارم خانم من این حقوق رو دارم ذاتی حیات من هست و به این حقوق عمل کنه اون وقت میشن با هم اینجوری که ضد هم هستن میشن اینجوری رفیق هم وقت فضا باز میشه من این مشغول کتاب استقلال و آزادی هستم به مناسبت گفتم ببینم این در سابق قول مارکس و راجب آزادی پیدا کرده بودم در کارهای پیش آورده بودم این بار گفتم ببینم دوباره ببینم این حرف دیگه داره دیدم در کتاب مسئله یهود یهود کستیون جویف آره یک صحبت جدید میکنه در انتقاد این لیبرال ها میگه آقا تو میگه آزادی هر کس تا جایی که آزادی دیگری از اونجا شروع میشه نامربوط میگه این تعین این آزادی نیست این جبره آزادی هر کسی رو آزادی دیگری متحقق میکند این اینو مارکس گفته ها آه بله 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 از خودم پرسیدم گفتم که پنجه سالی ما پنجه میگه اون هم نمیدونستم آقای مارکس هم گفته قبل از ما این مارشیست ایران اگر همین رو میفهمیدن از مارش رو به همین ترتیب عمل میکردن وضعیت ایران چگونه میشد امروز؟ اصلا مسئله دنیا چجوری میشد؟ واقعا توجه میکنی؟ ها اینجوریه یعنی اگر وجدان به حقوق باشه آزادی هرکس آزادی دیگر رو بحث میده دانش هرکس دانش دیگری رو بحث میده استقلال هر کس استقلال دیگری رو بحث میده اون وقت مدار انسان مدار مادی معنوی باز میشه ببینید این مدار که مادی شد از زندگی مادی شد این قرب الان گرفتار همینه دیگه بقیه دنیا همین گرفتار کرده مدار که بسته شد این معنویت انسان نیاز اساسی داره مدارش که بستی خلق چی پر میکنه خرافه غیر ها مرتب تولید میشه حالا چه این مدار مادی باشه خدا رو شما مادی بکنیم مثل این ولایت مطلقه ما دین رو به خدمت مادیت در بیاری چه اصلا منکر بشه بگی اصلا خدا نی خدایی نیست و غیر ماده هم چی نیست در هر حال مدار که بسته شد هی خرافه تولید میشه این که شما خیال کنید که آقای ترام از خراف و غیر اقلانی ها نمایندگی نمی کند و این یکی از عوامل ریاست جمهوریشون نبوده خیال نادرستیه برای که نقش اساسی داره در اینکه این که همچه آدمی شده رئیس جمهور امریکا این رها شدن از خرافه ها از غیر اقلانی ها خب مهمترین غیر اقلانی این تولید و مصرف انبوهه اصلا هیچ عقل با هیچ عقل سازگار هست که یه ماشین همینجور تولید کنه و شما هم موظف باشه این رو مصرف کنی چون اگر نکنی بیکار میشی بیکار شوشه مز نداری مز نداری زندگی نداری یه مدار بسته یکی از این مواد این متف... پیشنهادی متفکر هم همین بود که آقا ما رو از این مدار راحت کنید خب این غیر عقلانیه این غیر اقلانی روزمره بشر با سر و کار داره و توجه هم نمی کنه بخواد از این غیر اقلانی رها بشه اون وجدان به حقوق لازمه اون مدار باز لازمه انسان نیازهای معنوی داره دوست داشتن عشق ورزیدن مادی نیستن اینا معنوی هستن اگر شما مدار بستی سر مال نمیشه دوست شد اگر هم شرکت کردی مدار بسته بود و سر هم کلا میذارید اون مدار باید باز باشه تا بتونی با هم دوست بشی و این بر میگرده به همین وجدان به حقوق عمل به حقوق تنظیم رابطه ها با حقوق حالا این که الان من گفتم توی قلب که اندک شمار دارن تر میکنن که وجدان به حقوق راکار دراز مدت و اگر انسان نخواهد تن به مرگ بدهد میباید این راکار در پیش بگیره من به مردم ایران عرض میکنم و به فارسی زبان دیگری که این بحث رو میشنوند این حقوق پنجگانه با توجه به پویایی های مسلط زیر سلطه با توجه به موازنه ادمی، ممکن شد به اندیشه در بیاد به تدوین بشود در اختیار قرار بگیره حالا شما زحمتی که باید به خود بدید که تازه زحمت هم نیست این که اینا رو شناسایی کنید همین استقلال آزادی رو شناسایی کنید و بهش عمل کنید میشید خودانگیخته خودانگیخته که که شدید به همه حقوق چون خودانگیخته است دیگه عمل میشود اون وقت معنای جدیدی از زندگی میفهمید من به شما بگم زندگی من در حصر در این طولان دوران طولانی و همسر من کسی کار من شیرین گذشته است دروغ نگفتم به لحاظ اینکه این مدار بازه و ما وجدان داریم به حقوق به اون مقدار که عمل میکنیم به حقوق شادیم امیدوارم که شما هم چنین بکنید و همواره شاد و پیروز باشید آی خیلی سپاس گذارم و اجازه می که از اونجایی که این مسئله خیلی خیلی مهم است بازم در این زمینه مزاحمتون بشیم و با گفته بکنیم حتما خیلی ممنون از وقتی که به ما دادید